عشق به سرعت و سرما در سالن اسکی نویز. امروز اینجا در مسابقات سراسری آلمان دو ملی پوش سابق ایرانی نیز حضور دارند، نیما بها و رضا جعفری. با آنها قبل از شروع مسابقات در بیرون سالن قرار گذاشتم. قبل مسابقه چک کردن این با این نگاه خیلی مهمه. باید چک کنی و همینطور وزن اسکی‌ها رو برای یخ تنظیم کنی، چون پیست‌های سرپوشیده اکثرا خیلی فلورش سطحش یخی هستش. نیما بها 27 ساله است و به تازگی به آلمان پناهنده شده است. این عضو سابق تیم ملی اسکی آلپاین و اسکی چمن ایران 5 مدال طلای آسیا را دارد و چندین بار قهرمان کشور شده است و از بهترین اسکی بازان ایران است. اما زمانی که مجدداً برای مسابقات جهانی این بار در فرانسه انتخاب نشد، پناهندگی را به بلا تکلیفی ترجیح داد. از کمیته فنی خب آدمایی بودن که من باشون در ارتباط بودم، گفتن که امسالم داستان از همون قرار نفر رو از قبل ما مشخص کردیم و دیگه واقعا واسه من انگیزه نمونده بود. یعنی این مافیایی که تو اسکی بودن همیشه کار خودشون رو خیلی تمیز انجام میدن. از نظر باندبازی اونا پولایی که از طرف کمیته المپیک و فدراسیون جهانی میاد رو به درستی تقسیم نمیکنن و جوری به پیش میبرن که اهداف خودشون رو به ثمر برسونن و هیچ وقتم ورزشکار جزء هدفهای اصلی اونا نیستش. روایتی که بارها و بارها از سمت ملی پوشان پناهنده ایرانی گزارش شده است. نیما بها در کمپ پناهندگی لواکوزن زندگی میکند و وسایل اسکی را برای این مسابقات قرض گرفته است. او بعد از اعلام پناهندگی امتیازات خود در لیست فدراسیون جهانی اسکی را از دست داده است و باید دوباره از صفر شروع کند. برای من خیلی اهمیت ویژه‌ای داره، هم از لحاظ قانونی هم از لحاظ اسکی و امتیاز جهانی. پس من تمام هرچی دارم رو برای این مسابقه میذارم، امیدوارم که بتونم بهترین نتیجه رو بگیرم. سالن اسکی نویز، قدیمی ترین سالن اسکی در آلمان، حدود 22 سال پیش تأسیس شد. طول این پیست 300 متر هستش و سالانه بیش از 1 میلیون نفر اینجا میان و اسکی سواری میکنن و جالبه بدونید که دمای اینجا همیشه منهای 5 درجه هست، برای همین همیشه آدم باید لباس کلوفت بپوشه. مسیر مسابقه 24 تا مانع داره که شرکت کننده از استارت تا پایان باید توی این مسیر قرار بگیره و بهترین تایم رو ثبت کنه، چیزی که توانش هستش و تکنیکش رو داره باید اجرا کنه. رضا جعفری 5 سال پیش به آلمان مهاجرت کرد و حالا به عنوان مربی اسکی کار میکند، اما او هم امروز بین این ورزشکاران مسابقه میدهد. در آخر هر دوی آنها روی سکو رفتند. رضا جعفری سوم و نیما بها که اولین مسابقه خود در آلمان را می‌داد دوم شد. نیما بها. خب حقیقتش این مسابقات خیلی حائز اهمیته، چون که مسابقاتی هستش که در اول فصل برگزار میشه. منتها برای شرکت تو مسابقه ما نیازمند تمرین هستیم و تمرین نیازمند ساپورت مالی هستش، بنابراین من دوست دارم یک اسپانسری پیدا بشه که بتونه این هزینه رو تقبل کنه. نیما بها حالا یک هدف دارد، عضویت در تیم پناهجویان و رفتن به المپیک زمستانی 2026 در ایتالیا.